I felt I could do more. I felt there was more for me. There was more for me. The bills were piling up. It was hard to take care of my bills. It was hard to financially take care of my family. I wanted to do more for my family. I wanted to do more for me. For my family, for me, and for my country. My country. My country. ATS gave me a career. ATS gave me a career as a linguist. A career as a linguist in my homeland. In my homeland. My homeland. I was a cab driver. A sales clerk. Shopkeeper. A waitress. A student. A dental assistant. A realtor. And now I'm blessed with a career starting as a linguist. With ATS. 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 With ATS. ATS. Strength in people. ممتاز هشت تور به سرپرستی حاج نیاز محمد الکوزی با تجربه 18 ساله به اطلاع خواهران و برادران محترم میرساند که اگر اراده ادای حج عمره را داشته باشند با الحاج نیاز محمد الکوزی به تماس شوید. پکیج عمره امسال شامل سهولت‌های ذیل است: گرفتن ویزا و تکت رفت و آمد، اقامه 8 روزه در کعبه شریفه و همچنین اقامت 8 روزه در مدینه منوره در بهترین هتل 5 ستاره، زیارت اماکن مقدس در کعبه شریفه و در مدینه منوره همراه با ادای 40 نماز در مدینه منوره، چای صبحانه به شکل بوفه با بیش از 30 نوع غذا، سپورت مکمل جهت انتقال حجاج. تاریخ حرکت 5 مارچ سال 2012. شماره های تماس 416-835-8415 905-239-4230. قابل توجه علاقمندان هنر، اولین فیلم مشترک افغانستان و آلمان با هنرمندی و هنرمند محبوب افغانستان قیوم هین لاوتبخ و جسیکا هانا به نام ماس دیستراکشن تهیه و آماده نمایش می باشد. این فیلم جذاب در فستیوال فیلم کن فرانسه از بهترین فیلم ها شناخته شده و موفق به اخذ 4 ستاره گردیده است. جهت خریداری فیلم ماس دیستراکشن به شکل DVD، بلوری و سبودی به زبانهای آلمانی و انگلیسی به فروشگاه های زتون و میدیا مارکت، به وبسایت های تالیا، کلاب برتلزمن و تمامی ویدیوتک های آلمان مراجعه فرمایید. شما می توانید برای خرید عمده فیلم ماس دیستراکشن با تلفن 4940-642-2394، شماره فکس 4940-642-2395 و یا ایمیل kayumfilms@web.ee تماس حاصل فرمایی. قیوم Mass Destruction. فروشگاه سایره. فروشگاه سایره یک نام قابل اعتبار و با سابقه در شهر هامبورگ، جرمنی. مشتریان عزیز، شما می توانید بهترین میوه های خشکبار آسیایی، برنج های اعلای بسمتی، برنج های خوشمزه سایره و آفتاب طلایی را با قیمت های مناسب و تخفیف یافته شده از فروشگاه سایره به شکل پرچون و عمده به دست دارید. بخش زیورات و لباس های زنانه و مردانه با زیورات مربوط و آلات موسیقی آراسته شده و برای فروش شما مشتریان عزیز آماده است. اقسام مختلف مواد خوراکه، مواد تازه، مسالجات فروشگاه سایره از کیفیت اعلی برخوردار بوده و عایز مقام اول از جانب شما مشتریان عزیز است. فروشگاه سایره با سرویس عالی و کارمندان خوب با سالها تجربه در خدمت شما. فروشگاه سایره، شهر هامبورگ، جرمنی، اشتایندم، شماره 21. Thank you.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 28 ژانویه 2012 و 8 بهمن ماه 1390. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش یک سلسله مطالب برای عزیزان مطرح میکنم که در واقع قرار بود من خبرهای خارجی رو از لیبی آغاز بکنم، ولی امروز صبح به مقاله پر اهمیتی برخورد کردم توی سایت انتی وار که میخوام ابتدا، که مربوط به حمله نظامی به ایرانه، برای اینکه الان ملت ایران زیر سایه و شبه یک جنگ از طرف دشمنان قسم خورده ملت ما هستن و خود همین تهدیدها که در حقیقت اوباما در نطق سه روز پیشش گفت همه گزینه‌ها روی میزه، خود همین جمله در حقیقت یک جنایت علیه بشریته، خود همین گفتش یعنی تهدید یک ملت 78 میلیونی. خود این از نظر قوانین بین المللی یعنی تهدید به جنگ علیه کشوری که هیچ خطری براش ایجاد نمیکنه و نکرده، خود این یک جنایت علیه بشریت که اینا باید محاکمه بشن. یه روزی اگر جهانی داشته باشیم که عدالت و انسانیت برش حاکم باشه، تمام اینها باید به دادگاه‌های شبیه نورنبرگ باید فرستاده بشن. قاتل میلیون‌ها انسانند و میخوان قاتل میلیون‌ها انسان دیگه هم باشن. ولی به هر حال قبل از اینکه وارد بحث بشم، گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از عزیزان سوئد که از تورنتو برای من فرستادن از نورت یورک 100 دلار، از سایپرس کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا کالیفرنیا در مجموع 440 دلار، از سان هوزه در کالیفرنیا 10 دلار، حسن از تهران 50 دلار و از خطه فارس 500 دلار، از وین در اتریش 30 یورو، از سن لامبرت در کبک کانادا 400 دلار، از بیکرزفیلد در کالیفرنیا توسط پیپل 50 دلار، از اتاوا در کانادا توسط پیپل 63 دلار، از شهر پرت در استرالیای غربی عزیزان 100 دلار فرستادن، از برنبی در بریتیش کولومبیا در کالیفرنیا 100 دلار، از کلگری در البرتای کانادا 50 دلار کانادا، و محمد دوست ارجمندی از لندن 200 پوند انگلیس. به این ترتیب بخشی از کسری موازنه پرداخت‌ها عزیزان جبران کردن. اگر بخواد برنامه‌های سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه، ما هنوز حدود 1400 دلار کسری موازنه پرداخت‌ها داریم. بنابراین من فکر کردم که اگر عزیزان کمک‌های مالیشون برسه، از اواسط ماه فوریه یک سلسله، در حقیقت یک کورس مثل درس، در حقیقت چون ما از این کورس های به اصطلاح راجع به اقتصاد سیاسی تا جایی که من میدونم در امریکا نیست، شاید در ایران باشه، بعضی از عزیزان مثل دکتر فریبرز رئیس‌دانه ممکنه چنین کورسی داشته باشن، ولی راجع به اقتصاد سیاسی رو آغاز بکنیم، حالا 10-15 هرچی که طول هفته به اصطلاح به صورت یک کورس به اصطلاح چیز اقتصاد سیاسی، تاریخ اقتصاد سیاسی و خود به اصطلاح مفاهیم اصلی اقتصاد سیاسی و یک سلسله چیزها راجع به اینکه تئوری بحران چیه، تئوری پول چیه، تئوری ارزشات که تمام اینها عرضه و تقاضا یعنی چه، مکاتب ارزشات که مکتب اتریش چی بوده، آقای فردریک فون هایک و استادش فردریک عرض شود که لودویگ فون مایسس چی بودن و چی بودن که الان در ایران
نشریه‌ای به اسم مهرنامه هر چقدر که نمایندگیش میکنه، راجع به همه اینا صحبت بکنیم. اقتصاد سیاسی دو جور میتونه باشه. یکی اینه که هدفش، هدف اقتصاد یا اقتصاد سیاسی، رفع نیاز انسان باشه و از انسان شروع میکنه. این یه نوع اقتصاد سیاسیه. و یکی اقتصاد داریم که به هر حال از کلاسیک ها گرفته که لیبرال ها باشن و نئولیبرال هایی که واقعا دنباله مکتب اتریشن، اونا از انسان شروع نمی کنن، برای اینکه مسئله شون انسان نیست، مسئله شون طبیعت نیست، سود سرمایه و انباشت سرمایه است. یعنی از ابتدا ما باید بهشون بگیم آره، روشن، واضح و عریان باید به اینها گفت شما مسئلتون نه انسانه و نه طبیعته، یعنی دو تا پایه وجود نسل بشر و سایر به حساب موجودات، موجودات زنده، به اونها شما توجه ندارید. و اینا نمایندگانی در ایران دارن کلی هم به اصطلاح در همین شرق و مهرنامه و سایر چیزها، آقای طبیبیان و آقای محمد قوچانی و آقای صادق زیبا کلام و آقای موسی غنی‌نژاد امثال هم، باید بهشون گفت که شما اقتصاد اولا دارید، اقتصاد سیاسی ندارید، یعنی نه به جامعه شناسی ربط داره، نه به تاریخ ربط داره، نه به انسان و نه به انسانیت، یعنی ایدئولوژی و جهانبینی و چیز شما اینه. به نظر من اقتصاد سیاسی ابتدا باید از انسان، یعنی ریشه تمام قضایا آغاز بکنه و طبیعت. بنابراین اگر عزیزان کمک هاشون برسه، یک سلسله به اصطلاح بحث روزای سه‌شنبه میتونیم باز کنیم راجع به اقتصاد سیاسی و تاریخش. و به هر حال الان به اصطلاح در خود ایران واقعاً یک جنگ تمام عیار واقعا بین نیروهای ترقی‌خواه و نشریه‌ای به اسم مهرنامه هستش که الان درگیری در واقع بین آقای طبیبیان و خسرو صادقی بروجنی در گرفته، که واقعا به اصطلاح بسیار خوندنی و جالبه. در این حال قبل از اینکه وارد بحث بشم، میخواستم به عزیزان یادآوری بکنم، چون از من بارها و بارها مخصوصا از ایران میپرسند که ما اگه بخوایم فرزند مطالعه بکنیم از کجا شروع بکنیم. من چند تا کتابی رو که همین امروز صبح یکی از عزیزان نامه نوشته و برام لیستی از کتابایی که تازه در ایران بیرون اومده، کتابهای فوق العاده ارزشمندی الان در ایران بیرون میاد، که اینا همینطور که گفتم در زمان شاه هر پاراگرافش 3 سال زندان داشته. کتابهای ترجمه شده در ایران، یکی تاریخ مردمی امریکا، People's History of the United States، هاوارد زین، که در امریکا بیش از 1 میلیون تیراژ داشته، یکی از محبوب ترین کتاب هاست، به فارسی ترجمه شده. این یه دستاورد بزرگه واقعا، مال هاوارد زین، که آقای مانی صالحی علامه این رو ترجمه کرده، تاریخ مردمی امریکا. کتاب دیگه برچیدن امپراتوری، آخرین امید امریکا، از چالمر جانسون ترجمه شده، کتاب ارزشمند. من چالمر جانسون رو اینجا که استاد در حقیقت از تحلیلگرای CIA بود، اومد بیرون، استاد دانشگاه شد، چند وقت پیش فوت کرد و من تمام کتاب‌های ترایلوجی، 3 تا کتاب که در آورده، به عزیزان معرفی کردم اینجا بارها و بارها. انسان شریف و تحلیلگر CIA بود، مثل خیلی از اینایی که اومدن بیرون. خسروی کلانتری اینو ترجمه کرده، برچیدن امپراتوری، آخرین امید امریکا. کتاب دیگه ای که آقای خسروی صادقی بروجنی چند وقت پیش به اصطلاح چاپ کردم، من فکر کردم به زبان انگلیسی ولی به زبان فارسی، نو لیبرالیسم در بوته نقد، کتاب ارزشمند واقعا. کتاب دیگه‌ای که عرض شد که آقای حسن مرتضوی ترجمه کرده، از کوین اندرسون، مارکس در حاشیه. کوین اندرسون رو من از نزدیک میشناسم و از طرفداران خانم دون یفسکایا هستش، که به اصطلاح نشریه‌ای دارن، نیوز اند لترز، که همسر ایشون هم خانم جانت آفاری ایرونی هستن و کتاب، میدونید عزیزان، راجع به مشروطیت نوشته، کتاب بسیار
معروف و پرارزشی هستش. کتابی نوشته زیر مارکس، زیر نام مارکس در حاشیه، کوین اندرسون. ایشون استاد دانشگاه فکر میکنم در پردو، میدونم که خانم جانت آوه در دانشگاه پردو، ولی ایشون هم در یکی از دانشگاه ها درس میده. کتاب دیگه ای هستش از نیکولاس پلانزوس که زیر عنوان طبقه در سرمایه‌داری معاصر. این ترجمه دو نفره، حسن فشارکی و فریدون مجلسی. این به من فرصت میده که از همکلاس و دوست ارجمندم دکتر حسن فشارکی یه یادی بکنم. ایشون در دانشکده پزشکی همکلاس من بودن و ایشون به هزاران و شاید واقعا به هزاران انسان در شمال، ایشون جراح بودن و خدمت کردن. اخیراً ایشون به اصطلاح رنجهای زیادی کشیدن، سرطان گرفته بودن و در کانادا فوت کردن و من به تمام عزیزان مشترک و به تمام و به خانواده ایشون تسلیت میگم. این انسان شریف یک سوسیالیست واقعی بود و واقعا از اون سوسیالیست های انسان دوست. اخیراً فوت کردن و ایشون چندین کتاب هم نوشته، هم در زمینه پزشکی و هم ترجمه های بسیار بسیار ارزشمندی دارن، دکتر حسن فشارکی. بنابراین اینا کتاب های ارزشمندی هستن که در ایران بیرون اومدن و واقعا الان عزیزانی که به هر حال ممکنه براشون خوندن به زبان های دیگه یکمی مشکل باشه، این کتاب ها در چیز وجود داره. من سریع باید بگذرم برای اینکه مطالب انقدر زیاده، من به هیچ وجه نمیرسیم که در عرض این یک ساعت و نیم هر چود که تمام مطالب رو. من میخواستم همینطور که عرض کردم از لیبی مسئله رو آغاز بکنم و آغاز خواهم کرد، ولی به دلیلی چون مسئله حمله نظامی تجاوزگرای بین المللی یا جامعه بین المللی به ایران در حقیقت الان فکر و ذکر مردم ایران رو چیز کرده، جنگ در واقع شروع شده، جنگ اقتصادی و مردم رو به شدت زیر فشار قرار داده، ولی مسئله حمله نظامیه. عزیزان باید به اطلاعشون برسونم که آخرین شماره مجله فارین افیرز که مال یکی از معروفترین و پرنفوذترین اتاقهای فکری در نیویورکه، بارها راجع بهش صحبت کردم، عرض شد که شورای امور خارجی یا Council on Foreign Relations مجله‌ای داره که الان 70-80 سال بیرون میاد، Foreign Affairs، و در حقیقت سیاست‌های امریکا رو تغییر میده. این شماره فوریه‌اش که بیرون اومده به طور کلی مخصوص به حمله نظامی به ایرانه. دو تا مقاله بسیار پر اهمیت درش چاپ شده و روی جلدش به طور کلی Time to Attack ایران، زمان برای حمله نظامی به ایران رسیده است، و بعدش زیر عنوانش هست چرا حمله نظامی بدترین گزینه نیست، یعنی it's not the worst option، یعنی در حقیقت باید حمله بشه. در این دو مقاله، یکی به قلم متیو گرونیک هست زیر عنوان Time to Attack ایران، زمان حمله به ایران رسیده است. مقاله دوم جیمی فلای و گری سمیت نوشتن زیر عنوان The Case for Regime Change، یعنی چرا باید رژیم رو عوض کنیم در ایران. اینا در مجله فارین افرز در آخرین شمارش اومده. مقاله اول میگه که به طور چکیده میگه باید به تأسیسات اتمی حمله بکنیم. مقاله دوم میگه به هیچ وجه، باید تمام به اصطلاح تأسیسات نظامی، تأسیسات به اصطلاح ارتباطی و مراکز حکومتی، یعنی در تهران، همه اینها، یعنی همون کاری که در عراق و در افغانستان کردن، یعنی تهران باید بمباران گسترده بشه، برای اینکه مراکز حکومتی در تهران هستن و بسیاری از چیزهایی که دانشگاه ها، اونایی که مربوط میشه در حقیقت به اصطلاح هرچه بد که
این دو تا مقاله و این مجله که بیرون اومده، حالا میخواستم اشاره بکنم برای اینکه برای بسیاری از هموطنان ما مطرحه که بالاخره امریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه، برای اینکه حملات امنیتیش، اقتصادیش، سیاسیش، جاسوسیش، انفجارات، کشتار دانشمندا مدت هاست آغاز شده و این چیزایی بوده که سیمور هرش از مدت ها پیش خبرنگار معروف راجبشون گزارش داده بوده. چرا تا الان حمله نکرد؟ و به عزیزان عرض بکنم که راجب اسناد و مدارکی که بعد از فروپاشی شوروی بیرون اومده، اسناد و مدارک خودشون، چاره ای ندارم من برای اینکه عزیزانی که از ایران میان به من میگن که اونایی که یه زمانی چپ بودن و الان بریدن چطور به من حمله میکنن که این محیط همون حرفای نمام 30 سال 40 سال پیش رو داره میزنه و چقدر عقب افتاده است. کوشش من اینه که اخباری رو که میارم حتی یه هفته هم ازش نگذشته باشه. کوشش من اینه که از خود روزنامه ها، مجلات و کتاب های خود همین اربابشون که اینا یه زمانی ارباب دیگه ای داشتن که شوروی بود یا چین بود یا عرض شود که جاهای دیگه بود و بعد از فروپاشی شوروی اینا ارباب عوض کردن و الان چنان سرسپردگی اینا نشون میدن که آدم حیرت میکنه. اخبار رو من از مسکو و یا پکن نمیگیرم، از نیویورک تایمز برای عزیزان میگم، تمام از مجلات و چیزهای خودش. اینا برن آخرین مجله فارین افرز رو اگه سوادشو دارن بخونن، اونهایی که مقاله نوشتن فرضاً در مدرسه فمینیستی که امپریالیسم وجود نداره، این فقط ساخته و پرداخته یه مش از این چپای مال قرن 19 و یا اینکه آره یه زمانی مثلا استعمار وجود داشته ولی بعد از فروپاشی شوروی از بین رفت. اینا برن اسناد خود اینا رو بخونن که این اسناد رو من بارها و بارها و بارها اسم بردم ازشون، و یا برن همین مجله فارین افرز رو بخونن که سرنوشت 78 میلیون انسان رو، یعنی ملت ایران رو، این دوتا نویسنده، این صهیونیستایی که حاکم بر تمام اینا هستن، تکلیف ما رو میخوان معین بکنن با بمب‌ها و موشک‌هاشون، با نابود کردن تمام بسا کشور ما، تجزیهش، نابود کردنش. آدم چی به اینا بگه؟ یعنی بعضی از عزیزان به من میگن که تو اسم نبر، نگو که اینها وطن فروشن، نگو که اینها سرسپرده ی امپریالیسم و اجنبی پرستن. خب آدم چی به اینها به یه کسی که خواهان نابودی کشور ما و دخالت بشر دوستانه از نوع لیبیه؟ الان من برای عزیزان اخبار لیبی رو میخونم که این کشور چی شده، چه بر سرش رفت، کشوری مونده؟ از افغانستان کشوری مونده؟ از عراق کشوری مونده؟ از لیبی کشوری مونده؟ کشور ما را هم میخوان اینجوری بکنه و اینا طرفداره دخالت بشر دوستانه. ما در قدیم کسایی که در یک چنین چیزایی بودن به عنوان وطن فروش، اجنبی پرست، ضد ایرانی ازشون اسمی میبردیم و اینها رو فاش میکردیم. ملت ما اینها رو باید بشناسن که اینا چه سم قاتلی برای کشور ما هستن. حالا یه دفعه به اصطلاح دوچار چیز باز نشیم، ولی میخواستم عرض بکنم که چرا تا الان امریکا حمله نکرد. بارها من به عزیزان گفتم بر سر عراق اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا نبود، همه موافقش بودن، در افغانستان همینطور، در لیبی همینطور، و در مورد لیبی افرادی مثل آقای هوان کول که خودش رو چپ میدونه، خانم ایمی گودمن که خودش رو چپ میدونه، چپ های عرشبت که فرانسه از جمله جیربر اشکار و امثال هم آقای برنارد لوی
که همین آقای محمود جبریل رو برد پیش سارکوزی و رازیش کردن که به اصطلاح یک آلترناتیو درست بکنن و بعدش به اصطلاح قطعنامه به اصطلاح 1973 و غیره و غیره و سایر قضایا. حالا در مورد ایران اختلاف در هیئت حاکمه وجود داره، علت این که وگرنه اینا مسئله شون اینه که فرزان مردم چی بگن. عزیزان به یاد بیارن در 15 فوریه 1900 عذر میخوام 2003 در فوریه 2003 15 میلیون انسان اومدن توی خیابون ها از نیویورک و لس آنجلس و سان فرانسیسکو گرفته تا برلین و روم و لندن و سایر تمام جاهای دنیا. این هیئت حاکمه رو اصلا افکار عمومی مردم برای اینا اصلا ارزش داره؟ ابدا، مسئله ای براشون نیست. دموکراسی که صحبتشو میکنن واقعا یک چیز باسمه ای و یک چیز دروغینه، واقعا دروغین برای افکار عمومی مردم. ولی چرا حمله نکرده؟ علتش حالا مقاله توسط جیم لوب در انتی وار، همین امروز صبح میخوندمش، هنوز هستش، مقاله بسیار جالبی نوشته که بعد از اینکه این مجله فارین افرز اومده بیرون چه مخالفت هایی باش شده، که من اسم یک عده از اینایی که مخالفت کردن، چه آدمای پر اهمیتی که واقعا بخشی از هیئت حاکمه ای امریکا هستن. یکی آقای لزلی گلب، این کسی که مقاله را نوشته ممکنه ندونه لزلی گلب کیه. لزلی گلب از سردبیران نیویورک تایمز سالهای سال بود، از اون صهیونیستای دستراسی و بعدش رئیس در حقیقت همین شورای بسا امور خارجی شد، یعنی Council on Foreign Relations. لزلی گلب از اون سیاستمدارای دست راستیه و حالا و از طرفداران سرسخت حمله امریکا به عراق بود، که الان مثل کنعان مکیه که من ازش اسم بردم، عراقی طرفدار حمله بود که الان دچار بیماری روانی تقریبا شده، اینقدر پشیمون شده. لزلی گلب الان در یه همچین وضعیتیه، عذرخواهی کرده، از خودش پشیمون شده، دچار افسردگی شده که چرا من طرفداری کردم. اصلا الان علیه حمله نظامی به ایران قد علم کرده لزلی گلب. عزیزانی که در امریکا هستن ممکنه اسمش شنیده باشن، از اوناست. کنت پولک کسیه که در نوشتن در حقیقت سند معروفی که ما با ایران چجوری باید به اصطلاح رفتار بکنیم و چطور باید رژیم رو از پا در آورد، 5-6 نفر که اون سند معروف مال هدسن اینستیتوت که اومد بیرون، کنت پولک یکی از نویسندگانش بود، کتابی نوشته Persian Puzzle که به اصطلاح یعنی معمای ایران. این به مخالفت برخواسته علیه حمله نظامی به ایران. آن ماری سلاتر، این عرض شد که رئیس پالیسی پلانینگ بوده تا چند وقت پیش زیر نظر خانم هیلری کلینتون، استعفا داده و از اون دستراسی های وحشتناک هاک به قول معروف بازها علیه به اصلاح چیز. همه اینایی که عرض میکنم تمام با استدلال ها گفتن که اگر به ایران حمله نظامی بشه چه عواقب پیشبینی نشده ای خواهد داشت. تمام هر کدوم دلایل خودشون رو آوردن. پس آن ماری سلاتر، بیل کلر، 4 روز پیش من در نیویورک تایمز در صفحه سرمقالاتش مقالهشو میخوام، بیل کلر سردبیر روزنامه نیویورک تایمز بخش سیاسیش بوده و الان مقاله نویس شده، از اونجا برش داشتن، کسی دیگه جاش اومده، ولی الان مقاله میمیسه، هر هفته یا هر 2 هفته یک بار مقاله برای نیویورک تایمز، بسیار آدم معروف و دستراستیه، از اون صهیونیستا به مخالفت برخواسته. عرض شد کولین کال، این یکیه که من خوب نمیشناسمش، باز با دلایل خاص خودش در حقیقت به مخالفت برخواسته. و بالاخره مایکل هیدن رئیس CIA بود در زمان جورج دبلیو بوش و بعدش رئیس در حقیقت وزیر اطلاعات شد، که 13 سازمان جاسوسی امریکا اومدن زیر به اصطلاح یک سقف
و این رئیس اوناشو زیر یک سقف که عرض میکنم زیر یک اداره در حقیقت که وزارت اطلاعات امریکا هیچ وقت وزارت، ولی الان 16 تا به اساس سازمان جاست، این رئیس اون بوده. الان همین آقای مایکل هیدن به مخالفت برخاست. حالا این غیر از سران سابق و معروف واقعا CIA مثل ری مکگاورن که من اسم بردم، اینا اومدن بیرون دیگه و واقعا به صف مردم پیوستن و اینا از مأمورین بسیار عالی رتبه CIA بودن. ری مکگاورن، پال پیلار که نشنال سیکیوریتی ایجنسی از تحلیلگرای معروفش بود، الان مرتب مقالاتش میاد بیرون، پال پیلار، فیلیپ جرالدی. عزیزان تو انتی وار و یا سایر به اصطلاح سایت هایی که من اسم بردم مقالات اینها را عزیزان میتونن بخونن. مایکل شویر، اینا همشون مأمورین عالی رتبه، همه اینها مخالفن. چرا مخالفن اینا؟ چون عواقبشو میدونن چیه، چون میدونن که اگر چنین جنگی در بگیره از نظر قیمت نفت، از نظر اینکه مردم مقاومت خواهند کرد، از اینکه همشون میگن که اگر چنین جنگی در بگیره مردم مقاومت خواهند کرد و پایه‌های حکومت محکم خواهد شد و این جنگ یک جنگ طولانی مدتی از عراق و افغانستان شدیدتر و برای امریکا عواقب فوق العاده سنگینی خواهد داشت. علت این که تا الان حمله نظامی نکردن این نیست که مثلا دلشون برای مردم ایران سوخته، عرصبت که یا مثلا افکار عمومی مردم امریکا براشون مهمه و غیره و غیره. در درون هیئت حاکمه امریکا نکته بسیار مهمه. عزیزان تا یادم نرفته، چون این مسئله یادم رفت، عرصبت که چون ممکنه یادم بره، عزیزانی که در دالاس تکساس هستن از من دعوت کردن، کانون دموکراتیک ایرانیان دالاس از من دعوت کرده که 4 فوریه به اونجا برم برای یه سخنرانی راجع به همین موضوع زیر عنوان جنگ علیه ایران و پیامدهای آن. اینا همش ارتباط پیدا میکنه به اینکه سرنوشت کشور ما چه خواهد شد و سؤال واقعا پر اهمیتی که آیا امریکا بالاخره حمله نظامی به ایران خواهد کرد یا نه. و این سخنرانی در پلینو تکساس در کتابخونه پار PARR خواهد بود. عزیزانی که میخوان اون دورور هستن و یا در ایالتهای همسایه تکساس هستن میتونن به تلفن 972-400-5272 تلفن بزنن برای اینکه اطلاعات بیشتری. این نشست روز یک شنبه آینده، نه این یک شنبه فردا، یک شنبه بعد، یعنی 4 فوریه خواهد بود در ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر. علت این که اینو من اعلام میکنم هم عزیزان از من خواستن و همین که مربوط به همین موضوعه که آیا حمله نظامی خواهند کرد. همه اینها یا به معنی اینه که به هیچ وجه حمله نظامی نخواهند کرد؟ ابدا اینطور نیست، از اینا هیچی بعید نیست. برای اینکه حالا قبل از اینکه وارد چرا میخوام مسئله لیبی رو قبل از هر چیز با عزیزان مطرح بکنم، مسئله لیبی درس های عظیمی توشه و به همین دلیل من با اینکه وقت میگیره لااقل نیم ساعت وقت خواهد گرفت، ولی ابتدا مسئله لیبی رو من مطرح میکنم. عزیزان میدونن که بعد از فروپاشی شوروی به رهبری صهیونیست ها در درجه اول، ولی به طور کلی هیئت حاکمه امریکا، برای اینکه صهیونیست ها فقط یهودی ها نیستن، مسیحی های صهیونیست داریم، مسلمان های صهیونیست داریم، بودایی های صهیونیست داریم، همین آقای آمانو این ژاپنیا و یا بانکیمون، اینا همشون صهیونیستن واقعا، یعنی نوکرای سرسپرده کامل امریکا، یعنی دشمنان بشریت واقعا. نئولیبرال ها و اونهایی که سیاستشون دنباله سیاست بعد از فروپاشی شورویه و اون عبارت از سلطه بلا منازع، اونه که هفته گذشته عرض کردم، اینه بهش میگن full spectrum dominance،
full spectrum dominance، یعنی سلطه بلا منازع امریکا بر کل جهان. از استوان مزاروش، فیلسوف بزرگ، برای عزیزان من نقل قول آوردم که پیاده کردن چنین سیاستی مساوی با نابودی بشریت، یعنی جنگ اتمی. برای اینکه اینا فقط مسئله شون ایران و سوریه و لیبی و امثال هم نیست، مسئله شون چین و روسیه است. تمام اینها هم که الان میخوان سوریه رو از پا در بیارن و حکومت ایران رو رژیم چینج بکنن، برای محاصره چین و روسیه است. و این مساوی است با یک زمستان اتمی. برای پیاده کردن چنین چیزی، برای عزیزان بارها گفتم که خودشون در تمام اسنادشون و به قول لزلی کلارک که خودش قصاب مردم یوگسلاویه، در مصاحبه های مطبوعاتیش و با مصاحبه‌ای که با خانم ایمی گودمن در دموکراسی ناو داشت، گفت که قرار 5 کشور رو از پا در بیارن. اینا کشورهایی هستند که یه زمانی روگ نیشن بهشون میگفتن، یعنی کشورهای گردنکش، ولی بعدن اینا رو طرفداران تروریست یا انواع و اقسام دیکتاتوری و غیره و غیره که لیبی و ایران و سوریه و افغانستان و عربستان که سودان، همه اینا جزشون، لبنان و که اینا باید از پا در بیان و در نتیجه مثل چی بشن؟ مثل عربستان بشن، مثل عمان بشن، مثل اردن بشن. یعنی سرسپرده کامل و بدون چون و چرا، و امریکا بتونه در اونجاها نه تنها مستشاراش تسلط کامل بر وزارتخونه‌ها داشته باشن مثل زمان شاه، بلکه پایگاه نظامی امریکا داشته باشه اونجا برای محاصره چین و روسیه و یا هر کسی بخواد نطق بکشه. این سیاست رو آماده یک، در حقیقت یک بهانه بودن، یک پرل هاربر بودن که بارها من عرض کردم که 11 سپتامبر بود، که 11 سپتامبر من عرض کردم من مخالف با این تئوری های توطئه هستم که نمیدونم خودشون بمب اون زیر گذاشتن و امثال هم، ولی شواهد و قرائن بدون شک این رو زیرش دوتا خط می کشم، نشون میده که گذاشتن این اتفاق بیفته برای اینکه احتیاج داشتن به این، به یک پرل هاربر احتیاج داشتن، و از اون به بعد آغاز کردن به پیاده کردن این برنامه. اول میخواستن برن عراق رو بگیرن، با اینکه هیچ ربطی به 11 سپتامبر نداشت بعضی هاشون این، ولی کولین پاول جلوی اینو گرفت و گفت مردم وقت به ما چی میگن؟ اول باید برم افغانستان رو بگیریم. بنابراین اول افغانستان رو از پا در آوردن و میدونیم که چه بر سر افغانستان رفته و داره میره. کشتارها، نابودگریها. ولی از اون موقع عراق جز برنامه‌شون بود و ما میدونیم به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی عراق رو هم گرفتن. همه اینها فکر میکردن که فرضاً خیلی راحت افغانستان رو، طالبان رو شکست دادن، از کابل بیرون کردن، دست نشانده های خودشون رو آوردن، به قدرت رسوندن و گفتن همه چیز خوب و به اصطلاح کیک واک، یعنی به اصطلاح مثل بریدن یک کیک. ما میدونیم که اینطور نشد و هنوز اونجا زمینگیر شدن و در اونجا شکست خواهند خورد. در سال 100 تا 120 میلیارد دلار اونجا خرج میکنن و هنوز بزرگترین قدرت نظامی جهان نتونسته 10,000 5,000 جنگنده به اصطلاح افغانی رو شکست بده. و ما میدونیم در اونجا خودشون اذعان دارن که یک ستیل میت، یعنی یک کیشومات شدن در سطح این شطرنج، یعنی این یعنی شکست. اینجا مثل پاناما نیست، مثل جمهوری دومینیکی که برن و شکست بدن و نوریگا رو بگیرن و بیارن و تمام، گیر کردن اونجا و این شکسته. عراق شکست بسیار بزرگتری بوده، یعنی امریکا هزینه‌ای که پرداخت در عراق تصور ناپذیره. توی همین مقالاتی که عرض کردم براتون اومده که چه بهای اقتصادی پرداخته، چه بهای سیاسی پرداخته، چه بهای اجتماعی پرداخته و چطور
صدها هزار سربازی که در اونجا آدم کشتن و الان برگشتن به امریکا، هر کدومشون یک بمب ساعتی توی امریکا. بهایی که پرداختن همشون اذعان دارن، از جمله آقای لزلی گل، آقای کنعان مکیه، آقای عرشبت، که تمام اینهایی که طرفداران عاشق و کشت مرده و مگر بعضی از وطن فروشای ایرانی که هنوز طرفدار این قضیه هستن. بنابراین درس افغانستان و عراق چنان بهای سنگینی روی شانه و به حساب به گرده اینها گذاشت که در واقع مردم امریکا کاملا مخالف جنگ شدن. در اواخر به اصطلاح ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ما میدونیم که جنبش های بزرگی آغاز شد در اون زمان و هیئت حاکمه با هوشیاری عجیبی واقعا، یک افریقایی تبار بسیار آبدیده واقعا باید گفت، فصیح، بلیغ، دانا و دروغگوی کم نظیر واقعا، اینا آوردن و به کاخ سفید فرستادن که در این زمینه پیروزی های بزرگی نصیبشون شده. یعنی اوباما کارهای بزرگ و پیروزی های زیادی براشون آورده که من فقط چند تاشو میتونم برای عزیزان اسم ببرم. اوباما تونست تمام جبهه مبارزات ضد جنگ رو در امریکا تقریبا از بین ببره با قولهایی که داد، سیاه پوست بودنش، حراف بودنش. واقعا این آدم یه مار سمی عجیبه واقعا، که چطور در همین نطقش، من اگه شد چند جملهشو برای عزیزان، که چه دروغهایی میگه و با چه حق به جانبی. هر شاید که یک، بنابراین تونس جنبش افریقایی تبارها رو در امریکا سرکوب بکنه، جنبش لاتینوها رو سرکوب بکنه با همین حرفاش و جنبش عرشبت که ضد جنگ رو، سازمان ملل رو به طور کامل زیر سیطره خودش بیار. یعنی الان بانکیمون و همین عمان هرچی که اسمش رئیس آژانس بین الملل، هر دوشون واقعا نوکرا و سرسپرده های به حساب امریکا شدن. اروپا رو تونست با خودش همراه بکنه که ما میدونیم هم فرانسه و هم آلمان مخالف جنگ عراق بودن، الان آقای سارکوزی و امثال هم همشون به انگلیس کاملا به اصلا توافق کامل به اصلا پیدا کردن. و بعد کشورهای عربی و اتحادیه عرب و مخصوصا همین به اصلا GCC یا به اصلا گالف کوآپریشن کانسل، یعنی شورای همکاری به اصلا جنوب رو، که الان جزء واقعا ارتجاعی ترین و ضد انسان ترین گروه به اصطلاح چیزی هستن که بخشی از اتحادیه، همه اینها رو با خودش همراه کرد و با پول تریلیون دلاری عربستان و امارات متحده و عرشبت که و قطر و اینا. در این ضمن مسئله لیبی پیش اومد که به حساب بهار عربی شروع شد، یک جنبش واقعی و مردمی در بنغازی آغاز شد و بلافاصله اینها استفاده کردن، اومدن برش مسلط شدن، یک مش وطن فروش رو که جدا شده بودن از دولت لیبی اینا رو وادار کردن که از سازمان ملل، اتحادیه عرب و سایر قضایا به حساب کمک بخوان، مسلحشون کردن، تبدیلش کردن به یه جنگ داخلی و اینا به حساب آلترناتیو درست کردن و بعدش قطعنامه 1973 رو گذروندن و به این بهانه اومدن که به هیچ وجه این قطعنامه بهشون اجازه بمباران نمیداد، 10 تا 15 هزار پرواز جنگی کردن و یک مش مزدوری رو که در امارات متحده عربی و قطر تربیت شده بودن از این کشورها آوردن، به همراه وطن فروشای لیبی تونستن به اصطلاح دولت معمر قذافی رو بندازن با خرج نسبتا کم و غیره و غیره، و این یک پیروزی بزرگ براشون بود و متوجه شدن که لزومی نداره که ما نیرو وارد بکنیم مثل عراق و یا مثل افغانستان و یک چنین تجربه دردناکی رو پشت سر بذاریم. ما میاییم یک عده اینهایی رو که فرضاً بلک واتر الان صدها و هزاران نفر
مزدورای حتی از امریکای لاتین، ولی بیشتر از پاکستان و هند و کشورهای عربی و مصر و اینایی که دنبال کار میگردن. اینا رو در امارات متحده الان به اصطلاح پایگاه دارن، هزاران نفر از اینا رو تربیت دارن میکنن، هم برای حفظ امارات متحده عربی و عربستان و هم بفرستنشون به یمن، به لیبی، به سوریه که الان فرستادن در سوریه، هم در ترکیه و هم در اردن و هم در بخشی از عراق اینا متمرکزن و دارن به سوریه. بنابراین این تجربه جدیدی بود براشون. و در این ضمن یک باره تمام اونهایی که به طور نهفته طرفدار امریکا و این سیاست هاش بودن چهرهشون پیدا شد، از جمله در خود ایران. اینا گفتن که آره، به اصطلاح چیزهای بشردوستانه و دخالت بشردوستانه می شود کرد برای انداختن نه تنها لیبی و معمر قذافی که یه دیکتاتور بوده، بلکه انداختن دولت سوریه و بعدش هم نوبت ایران خواهد شد. و ما می دونیم که این اتفاق، دیگه نمی خوام واردش بشم، که اونهایی که ایرونیای طرفدار دخالت بشردوستانه کیه و چیه و داستانشون چیه. حالا از این جهت لیبی درس های بزرگی داره. بنابراین من اخبار لیبی رو که این همه مقدمه طول کشید میخواستم به اصلا راجع به لیبی صحبت بکنم و اخبار از نیویورک تایمز قابل توجه اونهایی که میگن بنده هنوز 30-40 سال پیش، نیویورک تایمز 27 ژانویه، امروز 28مه، یعنی نیویورک تایمز دیروز. گروه های حقوق بشر گزارش میدهند که شکنجه در زندان های لیبی به طور گسترده‌ای وجود دارد. این البته الان در تلویزیون‌ها، رادیوها و غیره و غیره با گزارش سازمان ملل، عزیزان شاید دنبال کرد. گروه‌های حقوق، ولی من از نیویورک تایمز دارم نقل قول می‌کنم. گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی روز پنجشنبه پریروز اعلام کردند که در لیبی بعد از جنگ شکنجه و قتل زندانیان به طور گسترده‌ای وجود دارد. عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که چندین نفر توسط مقامات به قدرت رسیده و گروه‌های مسلح زیر شکنجه کشته شدند. فقط چند نفر. چنان کشتاری الان در لیبی هست که خبرهاش بیرون نمیاد. این تازه حالا چیز شده، داره آشکار میشه. در بازدید گروه های حقوق بشر، زندانی های با زخم های باز روی سر، دست، پا و پشت آنها دیدن. پزشکان بدون مرز گزارش میدن که در شهر میسرات لااقل 115 زندانی زخمی را پس از ماه اوت معالجه کردند، ولی باز هم پس از مدتی با زخم‌های باز برگشتن. حالا عزیزان دقت کنن، این پزشکان گزارش میدن که زندانیان را حین بازجویی برای معالجه زخم‌هاشون و جای شکنجهشون به کلینیک میفرستن تا برای بازجویی‌های بیشتر آماده باشن. اینا حقوق بشر، اینا دخالت‌های بشر دوستانه است. حالا سوال ما اینه که عزیزان به یاد بیارن که من در صحبت‌ها موقعی که حمله شد به لیبی کاملاً اینا قابل پیشبینی بود که چه کسانی به قدرت میرسن و اینهایی رو که ناتو و امریکا میخواد به قدرت برسونه کیان. چنین سرنوشتی رو برای کشور ما میدونیم که در عراق چه کسانی به قدرت میرسیدن و رسیدن. ما میدونیم درسته که آقای صدام حسین یک دیکتاتور بود. به عراق امروز نگاه بکنید، به موزه هاش، به دانشگاه هاش، به کتابخونه هاش چیزی مونده ازشون؟ به کلینیک هاش، به مدارسش، به سیستم آبرسانیش، به سیستم فاضلابش، اینا همه در عراق نمونه بوده در تمام منطقه. به دانشمنداش، صدها نفرشون کشته و شکار شدن و یا فرار کردن. کشور رو یک قرن عقب انداختن، با مواد رادیواکتیو آلودش کردن برای نسل‌های آینده. این حالا مورد در حقیقت موفقشون بوده. عزیزان باید من اذعان بکنم که موقعی که من این خبرها رو میخونم به یاد کسانی میافتم که
در دانشگاه های همین جنوب کالیفرنیا درس میدن. خودشون رو دموکرات و طرفدار دموکراسی میدونن و به اوباما نامه نوشتن که حتما باید به لیبی حمله بکنید. خانم نیره توحیدی، همسر آقای کاظم علمداری و خود کاظم علمداری و آقای علی افشاری و آقای مجتبی واحدی، اینا میتونن اسم خودشون انسان بذارن؟ اینا طرفداران سرسخت حمله به لیبی هم بودن و هم هستن، طرفدار دخالت بشر دوستانه، برای ایران هم هستن، برای سوریه هم هستن. در واقع پزشکان بدون مرز الان لیبی رو ترک کردن، برای اینکه میگن وظیفه ما این شده که زخمی ها رو معالجه بکنیم، برای اینکه دوباره ببرنشون زیر شکنجه. دیدبان حقوق بشر گزارش میده که در 6 ماه گذشته شکنجه به طور گسترده‌ای در زندان ادامه داشته. از شبت سیدنی کایرام، یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر، میگوید حکومت جدید از شکنجه هم برای گرفتن اعتراف و هم برای تنبیه استفاده میکنه. در بعضی موارد گروه‌های مسلح منطقه زیر نفوذ خود رو، در حقیقت مسئله اینه که اینا دولت، همین وطن فروش های مثل عبدالجلیل و امثال هم که به قدرت رسیدن، مرتب میگن که آره ما میخواییم این گروه ها رو زیر کنترل بگیرن، ولی ما که قابل پیشبینی برام بود که این هایی که اومدن الان تمام هر کدوم برای خودشون یک ترف، یعنی یک منطقه نفوذ، یعنی به اصطلاح محلات رو قرق کردن. مثلا شهر میسراتا به دست یک گروه افتاده، شهر زینتان به دست یک گروه افتاده، عرض شود که شهر خود ترابلوس زیر نظر همون عبدالحاجه، عرض شود که چی بهش میگید، یه القاعدهی آدم کش قاتل ضد بشر، تمام ترابلوس الان زیر دست ایناست. یعنی تمام کشور رو در حقیقت این گروه های آدم کش حاکم شدن بر این، و اصلا ربطی به اصطلاح به این دولت موقت و آقای عبدالجلیل و امثال هم ندارن. حالا من نمیرسم که همه اینها رو برای عزیزان باز بکنم، ولی سازمان ملل اعلام کرده که در فقط ترابلوس 8000 زندانی هست، که این یه دروغ بزرگه، بسیار بسیار بیشتره، و نمیگه که در شهرها و جاهای دیگه چقدر زندانی هست. چند ده هزار زندانی که زیر شکنجن و به قتل میرسونن، زیر شکنجه اینا رو میکشن. بنابراین کشتار در لیبی فقط در اثر بمباران های ناتو نبود، که 10 تا 15 هزار سورتی، یعنی به حساب پروازهای جنگی داشتن، که حساب شده اگه به ازای هر کدوم از این بمباران ها 2 نفر کشته شده باشه، بین 30 تا 50 هزار نفر آدم کشته شده. و حالا کشتار ادامه داره. ولی آیا، حالا مسئله دیگه ای رو که من برای عزیزان مطرح کردم، که هم در افغانستان اتفاق افتاده، هم در عراق اتفاق افتاده، من به عزیزان گفتم که مردم لیبی هم مقاومت خواهند کرد و تجاوزگرا رو بیرون خواهند کرد. حالا خبراشو برای عزیزان میخونم. این از نیویورک تایمز 23 ژانویه است. از نیویورک تایمز بازم. دولت موقت لیبی روز یک شنبه، همین یک شنبه‌ای که گذشت، با بحران تازه‌ای مواجه شد. چرا که تظاهر کنندگان دفتر آن را در بنغازی غارت کردند. و این در حالی بود که مصطفی عبدالجلیل در دفتر حضور داشت. عزیزان باید این خبر رو در نیویورک تایمز بخونن و ببینن که چطور ریختن و عبدالجلیل رو محاصرش کردن، همین جوری دارن به حساب تهدیدش میکنن. به عزیزان عرض بکنم که اینا نه تنها اون عرض شود که یونس رو کشتن که به حساب فرمانده نظامیشون بود، الان محمود جبریل کجاست؟ محمود جبریل کسی بود که همین آقای برنارد لوی، این به اصطلاح چپ فرانسوی، بردش پیش آقای سارگوزی که راضیشون بکنه که دولت موقتشون رو به رسمیت بشناسن. محمود جبریل رفته کنار الان. دومیشون آقای غوکا استعفا داد، همه اینا از ترس جونشون. عبدالجلیل جان سالم به در خواهد برد؟
امکانش خیلی کمه. این حمله نشانه نارضایتی مردم از شیوه اداره کشور توسط این دولت است. این مسئله موجب تزلزل در دولت موقت و استعفای فرد دوم آن، عبدالحافظ یا عبدالحفیظ غوکا شد. از اون وحشتناک ها، از اون وطن فروش های درجه یک، از اون کراوات های عجیب و غریب میزنه و لباس های شیک. بازم از سخنگو استعفا داد، برای اینکه میترسه از جونش. اکنون ماه هاست که جوانان از اداره یک کشور ناراضی هستند و علیه آن در بنغازی دست به تظاهرات میزنند. یعنی میخوام این را عرض بکنم که تجربه لیبی هم نشون میده که حالا من همه اینها ارتباط پیدا میکنه به کشور خودمون، برای اینکه پیغام به من میرسه، عزیزانی که از ایران میان به من پیغام میدن که آره یک بخش از همین قدیمی ها، روشنفکرهای قدیمی، منظورش چپهای بریدن دیگه، میگن که نه مردم اصلا روحیشون از دست دادن، چی اینا اگه امریکا حمله بکنه کسی مقاومت میکنه؟ ابدا. اینا در واقع همینطور که عرض کردم فرافکنیه، یعنی روحیه خودشون رو میخوان به روحیه تمام مردم ایران در حقیقت نسبت بدن. مردم ایران مقاومت خواهند کرد. من میخوام همینجا نتیجه گیری بکنم. حتی اگر امریکا نه تنها حالا افغانستان رو به زعم خودش گرفته، عراق رو گرفته، لیبی رو گرفته، بیاد سوریه رو هم بگیره و بیاد ایران هم بگیره، من تا اینجا میخوام، این نظر خودمه و عزیزان میتونن اظهار نظر بکنن، در نهایت شکست خواهد خورد امریکا. برای اینکه همینطور که از سالهای سال پیش پیشبینی، حالا خود من در این برنامه ها پیشبینی کردم، امریکا میدان جنگی برای خودش به وجود خواهد آورد که از مدیترانه، یعنی از لبنان تا دریای هند یعنی پاکستان کشیده خواهد شد و توی این میدان جنگ عظیم غرق خواهد شد و صهیونیستایی که امریکا رو میخوان به این ورطه بکشن، مگه براشون مهمه که امریکا از بین بره؟ صهیونیستا واقعا در فکر امریکا و آیندهشن و یا مردم امریکا براشون مطرح نیست، برای اینکه دشمنیشون با تمام بشریته، نسلها توی مغزشون شده و رفته و نفوذ کرده که بشریت دشمن شماست، نسل اندر نسل بهشون تلقین شده. بنابراین حالا نه تنها عراق از بین بره، افغانستان از بین بره، ایران از بین بره، سوریه از بین بره، مردم فلسطین نابود بشن، حتی امریکا براشون مسئله نیست، فقط اسرائیل گسترش پیدا بکنه، در حالی که به نظر من خود مردم اسرائیل یه روزی بالاخره به هوش خواهند اومد و در برابر این آدم خارای ضد بشر خواهند ایستاد. ولی منظورم اینه که صهیونیستایی که امریکا رو دارن به این میدان جنگ از مدیترانه تا دریای هند میکشن، این امپراتوری رو میارن پایین، پایین خواهد کشیده خواهد شد. اگر ببرن به طرف یک جنگ اتمی که بشریت به قول مزاروش دیگه اون موقع روی زمین به جز سوسکا کسی باقی نخواهند مون، فقط سوسکان که میتونن جان سالم به در ببرن، ولی اگر این چنین اتفاقی نیفته، امپراتوری امریکا واقعا به قول همین چارمر جانسون که من اسم بردم، تنها راهی که برای نجات امریکا وجود داره اینه که امپراتوریش رو جمع جور کنه، مثل انگلیس که خودش رو جمع جور کرد بعد از جنگ دوم جهانی، سر عقل اومد. اکنون مردم لیبی، میخواستم این را عرض بکنم، حالا نه تنها در برابر این جنایتکارای گرازمانندی که به قدرت رسیدن، یک مش القاعده‌ای دیوانه واقعا جانی و آدم کش، ببینید شهر تاورغا رو 30,000 نفر افریقایی تبار در این شهر بوده، یک دونش نمونده، این شهر رو با خاک یکسان کردن و تمام اینها رو تارمار کردن. الان اهالی شهر تاورغا یعنی افریقایی تبارها فرار کردن از اون شهر، حتی یک نفرم نمونده، برای اینکه تمام کشتار کردن اینا رو.
جاهای دیگه میرن دنبالشون، میگیرنشون، شکنجهشون میدن و یا میکشنشون یا تو زندانه. عکساشو عزیزان باید ببینن. 30,000 نفر یک شهر. قابل توجه اونهایی که دخالت بشر دوستان از نوع لیبی رو برای ایران میخوان. جریانات لیبی رو دنبال باید بکنیم. ولی حالا من از اونش میگذرم که این چه جنایاتی الان در اونجا می...